بهراد صدوقیان از گروه همگی تهیه کننده مجموعه انیمیشن بی هیولا مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای صدوقیان خیلی ممنون فرصت گذاشتید. برشک موقع که صحبت بکنیم تصاویرش رو بینندگان خواهند دید، اونهایی که با این صفحه و با این پروژه آشنا نیستند و متوجه میشن که انیمیشن است که برشک مفاهیم اجتماعی و سیاسی رو آموزش میده. توضیح بدید ابتدا که چرا اسم بی هیولا رو برای این پروژه انتخاب کردید آقای صدوقیان؟ سلام، به نام زن زندگی آزادی و با سلام خدمت شما آقای دهقانپور و ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادید. بی هیولا مثل بی درد سره، یعنی رسیدن به یک وضعیت ایدئالی که ما درد سر داشتن هیولا رو نداشته باشیم. و اینجا خود هیولا یه استعاره از نظام استبدادیه. پس بی هیولا در واقع یه مجموعی که ما در گروه همگی داریم تهیه میکنیم. اینا انیمیشن های کوتاهی هستند که هدفشون آموزش روش مبارزه خشونت فردی و برای اینکه توضیح بیشتری بدم خدمتتون اینه که بفرمایید صدوقیان، افراد مختلف، بله خواهش می‌کنم، افراد مختلفی مثلا آقای همکلاسی من آقای حمید قرارسنلو از که در زندان شکنجه شده بود، پال سودی شو هفته پیش شما پخش کردیم، رضا پهلوی چندین بار، حامد اسماعیلیان، مسیح علی نژاد، گروه‌های مردم نهاد مثل بنیاد مردم، گروه‌های ملی مذهبی، میرحسین موسوی، مصطفی تاج‌زاده و اخیراً حتی آقای مهدی نصیری از اصولگرایان به این اشاره کردند که گذر ما از استبداد باید به صورت خشونت پرهیز باشه. یعنی این افراد با وجود تعارضات و اختلافاتی که دارند سر دو تا مسئله توافق دارند، یکی ما باید از استبداد گذر کنیم و یکی این گذر باید خشونت پرهیز باشه. و حالا که خوشبختانه همه به نتیجه رسیدن که این تفنگ، یعنی به قول فریدون ماشینی این اهریمنی ابزار رو بلند نکنن، سوالی که پیش میاد منطقا اینه خب پس چطور میشه ما از استبداد عبور کنیم با روش خشونت پرهیز، که یه سوال خیلی مهمیه. کارهای خوب خیلی زیادی شده، کتابهای زیادی هم هست. نکته که ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که این کتاب‌ها برای کنشگران سیاسی و اجتماعی و افرادی که فرصتی دارن که کتاب بزرگی رو بخونن خیلی مناسبه و خیلی هم خوب توضیح میده، ولی برای مخاطب عام و برای کسایی که فرصت زیاد ندارن ما به یک بهتر از مولتی‌مدیا استفاده کنیم و این انیمیشن های بی هیولا رو تهیه کردیم که هنوز به اپیزود 5 رسیده، 3-4 اپیزود دیگه هم ادامه خواهد داشت، که تو این انیمیشن ها ما روش های توانمندسازی و قدرتمندسازی مردم رو توضیح میدیم و توضیح میدیم که به چه صورتی میشه بر هیولای استبداد به روش خشونت پرهیزی چیره شد و ازش گذریم. یک بند که برگردیم به پرسش اول، میخواستم به صراحت بیشتری ازتون بپرسم این که وقتی عنوان بی هیولا به فکرتون رسیده بود شخص خاصی مثلا خود شخص آقای خامنه‌ای مد نظرتون بود یا یه مفهوم به دنبالش بوده؟ نه اتفاقا همین نکته همینه. ببینین هیولای استبداد یه چیزی برای افراد و حتی سران نظام هستن. هیولای استبداد یه واقعا مثل یه ویروس همه رو درگیر میکنه و افرادی خب خیلی بیشتر که مثلا سران نظام افرادی که جنایت و فساد دارن، ولی حتی شما توی خود ما خودم و بقیه هم میبینیم که این تفکر استبدادی به یه نوعی ما رو هم درگیر کرده. بس رسیدن به وضعیت هیولا در واقع یک چیزی برای فرده، برای اینکه استبداد این ویروس اگه بین مردم وجود داشته باشه و در قضیه بر اون سران عوض بشن دوره استبداد دیگر شکل میده، بازتولید میشه. دوروی به روسیه دیدین ولی همون چیزی بهش میگن بازتولید استبداد. پس ما سعی داریم از طریق قدرتمندسازی مردم و مرور اون چیزایی که این کتابای معروف مثل قدرت بی قدرت هم بهش اشاره میکنه این حالت ایجاد کنیم که اصلا استبداد ایجاد نشه. و فکر میکنم با دیدن این مجموعه خیلی بهتر میتونیم اینو در واقع توضیح بدیم. اصلا اگه اشاره کردید به قدرت بی قدرت ها، اگر منبع دیگری هم بوده که در واقع الهام بخش این پروژه بوده میخواید به اون اشاره بکنید؟ بله، چندین کتاب هست. کتابای اریکا چنوورت هست، کتاب کنش‌های کوچک از کتاب جین شارپ هست، کتاب مختلف ما مرور کردیم، کتاب خیلی مشترکات دارن و خیلی کتابی هستن، کتاب در برابر استبداد و راه باریک آزادی
اینا هم هستن. ولی نکته اصلی همه این کتاب های اینه که خوندنشون وقتگیره و ساده نیست، یعنی با زبان خاص مخاطبان سیاسی و اجتماعی نوشته شده. ما سعی کردیم این مفاهیم رو به صورت تصویرسازی و به صورت ساده تر و کوتاه تر در واقع به مخاطب منتقل کنیم، برای اینکه مبارزه خشونت پرهیز بر مبنای آینده نگری، یعنی آینده خوب انگیزش شخص در مقابل انتقام و اندیشه محور و خشونت پرهیز است. این بر اساس این کانسپت ها، این مبانی رو اگر بشه خوب به مردم منتقل کرد، این کار رو به صورت صحیح میتونیم انجام بدیم به همراه هم دیگه. و یه نکته دیگه هم که خیلی دوست دارم بگم اینه که در جنبش زن زندگی آزادی، خیلی از این، اگه دوستان انیمیشن ها رو نگاه کنن متوجه میشن که خیلی از اینها رو مردم به صورت عادی خودشون در حال انجامش بودن، یعنی ما خیلیش از خود مردم ایران ایده گرفتیم تا از اون کتاب ها. درسته، تو کتاب هم هست ولی بیشتر نسبت بعد ایشون کتاب هم که اشاره کردی تقریبا همه به قطع نظری پردازان همین مبارزه بیخشونت هستن، ولی هم تو که میدونید در این به ویژه ماهای گذشته خیلی صحبت از این میکنند. اشاره هم کردید به دکتر قره‌حسن‌لو که خودش در از زندان شرح میده اون شکنجه هایی که داره الان انجام میشه، و بسیاری میگن با چنین حکومتی نمیشه نشست و مثلا انتظار داشت که حالا با یک فشار عمومی در واقع حکومت کنار بیاد. حکومت بیرحم است، میکشه، اعدام میکنه و هیچ ملاحظه بین المللی هم نداره، که احیانا فکر کنه نگرانی هست که دیگران بخوان کشور دیگری فشار بیارن. و بعدم وقتی نگاه میکنیم حتی بین مثلا رویکرد گاندی، دکتر مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا هم در مبارزه بیخشونت تفاوتایی هست. آیا اینا رو شما در پروژهتون مد نظر داشتید؟ ببینیم، ما مجموعه بی هیولا برای مخاطب عام هست و این در واقع مفاهیم رو به صورت ساده بیان میکنه. من چیزی که اتفاقا خواستم اینجا دعوت کنم از همه فعاله اینه که اولا این مجموعه ما رو ببینن، اگه نقد و نظری دارن اعلام کنن، و بعد این موضوع خشونت پرهیزی و چطور میشه از طریق خشونت پرهیزی یا به یه خشونت پرهیزی ایرانی ما برسیم، که چیز اونجا متخصصان در واقع در مورد صحبت کنن و راهکاراشو در واقع بررسی کنن. این هست. ما در واقع شروع کارمون بر این مبنا بود که ما دیدیم همون اسامی که من اعلام کردم از گروه های مختلف همه دارن به یه خشونت پرهیزی اشاره میکنن و میگن که ما این راه رو میخواییم بریم، و بر اساس این ما این مجموعه رو شروع کردیم. درسته. یه شخصیت های متعددی هم در این انیمیشن ها دیده میشه و از اوقات حالت داستانی داره، به نظر میاد الهام گرفته از جریان اپوزیسیون باشه، یا اینطوره؟ میشه گفت، ولی خب ما هم 7 تا کاراکتر داریم، 6 تاشون کاراکترهای خوشنهاد هستن و یکیشون کاراکتر خبیثه که ارزشمنده. ولی کاراکترهای خوشنهادمون بیشتر میشه گفت که مثلا کوکتل یک کاراکتری هست که فردی که سریع و با سرعت میخواد بنویسه، یا دیجی ناپلون که در واقع اشاره میکنه به کتاب دایجی ناپلون و مرحوم پزشکساد از اونجا گرفته شده، یا گلام همیشه افسرده است. دیجی ناپلون همیشه میگه که ما کاری نمیتونیم بکنیم، فقط قدرت‌های بزرگ میخوان تماس بگیرن. بیشتر گرایش‌های فکری هست که تو همه ما وجود داره و ما داریم اونا رو در واقع به صورت بهش اشاره میکنیم و حرفشون رو میخوایم اینجا بازتاب پیدا بکنه. بله، اتفاقا میشه گفت بیشتر از اینکه فرد خاص یا گروه خاصی مد نظر ما باشه، این نوع تفکرها هست که داریم در واقع صحبت میکنیم و تو خود ما هم هست. درسته. من خودم تقریبا مثلا یه موقعی بیشتر شبیه گلام. اتفاقا جالبه، چون بعضی وقت این پروژه ها ممکنه حالت کسالت آوری پیدا بکنن به جهت مفاهیمی که عنوان میکنن، ولی این پروژه میدونم تلاش داشتید که سرگرم کننده باشه و یه جای جذاب و ممکنه خوب باشه برای بعضیا، در این حال که چیزی بیاموزند سرگرم هم میشن از دیدن این کلیپ ها. یه اشاره کوتاهی هم بکنید، چون وقتمون رو به پایان هست تقریبا، احیانا اگه بازخوردی داشتید و اینکه گروهی که این پروژه روش کار میکنن آیا همه در ایرانن، بیرون از ایران هستن؟ ما یه گروه بزرگی داریم که از استرالیا شروع میشه تا مالزی تا ترکیه و کلا آسیا، اروپا، آمریکای شمالی. بعضی جاها که دوستانی که اجازه دادن اسامیشون رو زیر اون اپیزودها نوشتیم. درسته. آدرس واقعا این صفحه اینستاگرام شما رو هم می‌گذاریم روی شبکه‌های اجتماعی که کسایی که علاقه‌مندن دنبال بکنن. برنامه‌های بعدیتون چه هست آقای صدوقیان؟
بله، قسمت هایی که ما تا حالا ساختیم در مورد حلقه طلایی مبارزه است، یعنی امید، تماس یا همون شبکه سازی و حرکت که همون کنش. قسمت های بعدی در خصوص جذب یا ریزش خواهد بود، در خصوص خشونت پرهیزی خواهد بود، چون تا حالا در واقع خیلی مستقیم اون رو اشاره نکردیم، و مقابله با کمپین های تفرقه و میزینفورمیشن. این قسمت ها تو صفحه تولید است. خیلی کوتاه، منابع مالی این پروژه از کجا تامین میشه؟ از دوستان، در واقع دوستانی که به کار ما علاقه داشتن، به صورت اهدای کوچیک کوچیک ما اینو در واقع تهیه کردیم. به خاطر مرامنامه که داریم، تا حالا زیر نظر هیچ گروهی مایل نبودیم که باشیم، بیشتر یه کار خودجوش. هم وقت بیشتر، خیلی وقت دوستان گذاشتن، و جایی هم که احتیاج به پرداختی بوده خود دوستان هم کمک کرد. یعنی از دولت ها و نهادها و سازمان ها هیچ جا شما کمک مالی نگرفته؟ باز مرامنامه هست که این کار نکنیم، چون بعد اونا با انتظاراتی میان که با مرامنامه ما تطابق نداره. سپاسگزارم از شما آقای بهراد صدوقیان از گروه همگی، تهیه کننده مجموعه انیمیشن بی هیولا، مهمان بخش از برنامه بودن از ونکوور. صفحه اینستاگرامشون رو هم میتونید دنبال بکنید، همون @bihayula، و اون برنامه‌هایی که ازش صحبت کردن رو ببینید.